سلام دوست عزیز، ما آمدیم به یک از رستوران‌های زیبای شهر هرات و می‌خوایم یک غذا نوشیجان بکنیم و در قدم اول می‌خوایم با مسئولین آشنا بشیم. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلامتی شما خودتون معرفی بکنید. سلام، جوی هستم، مدیر رستوران چهارفصل. مدیر رستوران. خب ما یک از مشتری‌های شدیداً متفاوت هستم. امروز اینجا اومدیم با وجود که یک غذای خوشمزه شما رو انتخاب می‌کنیم و نوشیجان می‌کنیم، ما می‌خوایم خودم آشپزی بکنم و خودم با کمک شما یه غذا رو آماده بکنم. من از بخش کباب ها شما شروع میکنم. شما چند مدل کباب دارین؟ کباب مدل های زیاد دارین. بخش کباب ها شما میشه مر معرفی بکنین کجا هست؟ همراهی بکنین برش؟ کباب جگر هست، شیشلیک هست، جگر گوسفند هست؟ یک کباب شیشلیک هست، کباب شیشلیک، بختیاری هست. یک کباب مخصوص چهارفصل هست. کباب مخصوص شما چه تفاوت داره با دیگه کباب هایی که دارین؟ یک کباب مخصوص چهارفصل که هست سینی مرغ هست، بعد یه مو اختی از این و تر و ساخت از این باز از خود ما هست، یعنی با دیگر از سلطانی ها نیست. اون کباب پشتی هست. یه هم کباب جگره. اون هم جگره، بعد این بختیاریه. یه هم بختیاری. این جوجه ساده یه. و این کباب شما؟ یه هم بختیاری. یه هم بختیاری. چند مدل بختیاری داره؟ دو مدله. یک مدل نایه، یک مدل دونه که گوشت و سینه داشته باشه. دوستا همین قسم که میبینین ما چند مدل اینجا کباب داریم. بادنجان رومی است و این هم کبابای مخصوص چهارفصل است که از استاد میپرسیم این کبابا داخل چی موادی اخته میشن. میشه برای ما بگویم که این کبابا داخل چی مواد اخته میشن؟ این کبابا سرکه داره، ماست داره، سس داره با امو ادویه های اینا، ادویه مخصوص کباب با اینا اخته میکنیم. اینا به چی مدت میذارین داخل مواد اخته اینا؟ این گوشتار اینا رو 4 ساعت 3 ساعت داخل باید اخته باشه. 4 ساعت الی 3 ساعت. و این کباب شما سینه مرغ است؟ سینه مرغ، ولی ها که به اصطلاح جوجه میگن. جوجه. دوست عزیز با ما همراه باشین، میریم این کباب رو پخته میکنیم و با شما هستیم. سلام، خوب هستین؟ جان شما جور سلامت باشین. ما رو به عنوان شاگرد قبول میکنین امروز شما اینجا کباب آماده بکنیم و برای مردم سرو کنیم؟ تشکر، زنده باشین. پس با ما همکاری بکنین و طرز تهیه کباب رو به ما یاد. دوستان همین قسم که میبینین زغاله از قبل آماده است، بسیار داغ هم است. کبابای آماده شده را میاریم و سری زغالا قرار میدیم. معمولا نسته جان این زغالا رو که آماده میکنیم که مثلا به زغالا دود نمانه؟ من فقط یک 20 دقیقه ساجراتر رو آماده میکنه تا زغالش خوب سرخ شه. حالا این رو کباب میمونه سرش باش. کباب رو میمونه سرش. هر کباب چی چند دقیقه طول میکشه تا این کباب پخته شه؟ 10 دقیقه، 5 دقیقه کباب داره مثلا باز تا دقیقه آماده میشه. این کبابه با 10 دقیقه آماده میشه؟ بله. شما به من اجازه میدین من چی کنم؟ پکه بزنم اینا یا شروع بدم؟ تشکر، ممنون. دوست عزیز تا بال تجربه پکه زدن کباب نداشتم، یعنی کباب آماده نکرده بودم. یک تجربه بسیار عالی است، بسیار یک احساس خوشایند به ما میتن. شما میتونین که به خانهتون کباب آماده بکنین و عکس بگیرین و ما ارسال بکنین، همراه ما شیر بکنین عکساتونه. و دوستان آماده کردن کباب واقعا لذت بخشه. آتش یا داغی که به صورت آدم میخوره و این بادی که برای پخت کباب استفاده میشه بسیار یک حس خوشایند به ما میده. یک عطر خیلی خاص از این کبابا بلند شده و که یک عطر بسیار خوشایند است، یک عطر بسیار دلچسب که آدم از سر شب میاره هر چی زودتر این کبابا پخته شد تا از این کبابا ما نوشیجان بکنیم. و این که دوستا برای جور کردن کباب باید مدام با همی که پکه میزنیم باید این کبابا رو چی کنیم؟ بچرخونیم تا کامل هر طرف کباب پخته شد.
دوست عزیز حتما از این کباب ها نوشیجان بکنین و به خانه هایتان جور بکنین. کباب یک غذای کاملا فولکلور افغانستان و هرات است. به هر گوشه افغانستان که بری حتما کباب داره و کباب های متنوع و مخصوصی هم داره. همون قسم که ما اینجا آمدیم، این کبابی که ما امروز انتخاب کردیم کباب مخصوص چهار فصل است. این کباب طرز تهیه یا مواد اخته شده او متفاوت تر است و کباب مخصوص اینجا گفته میشه و همه قسم جاهای دیگه هم که برین کبابای مخصوص خود داره و شما هم سعی بکنین وقتی جای میله میرین، تفریح میرین، کبابایی که طبق سلیقه خود شما هست از موادهای خاص خود رو استفاده بکنین و کبابای متنوع و جدیدتری کشف بکنین، مزه های بهتر کشف بکنین، رنگ های بهتر کشف بکنین و نوشجان بکنین. امروز رفتیم به شهر هرات امروی رکشا. بسیار جای مقبول و دیدنی هرات رو گشت زدیم، سفر کردیم، دیدیم و لذت بردیم. فعلا هم که خود هم قسم میدانیم به رستوران بدیم و یک کباب جور کردیم و منتظر هستم که کباب ها رو بیارن و ما ببینم که چیزی که جور کردم به چه اندازه استعداد داشتم. البته ناگفته نمانه که استاد امروی من کمک کرد، یعنی بیشتر کارا رو استاد انجام داد، من فقط پکه زدم و همین پکه زدن هم کاملا لذت بخش بود و از لذت بردم و دوستان ناگفته نمانه با ما همراه باشین. من امروز حتما میرم به جاده های مقبول هرات و رکشا دواندن یاد میگیرم و تا به شهر هرات یک دختر باشه که به تر جاده مقبول هرات رکشا می دوانم و همراه ما باشین تا لحظات آخر برنامه. بالاخره کبابای دستپخت خودم رسید. امیدوار هستم بدمزه نشده باشه و مزه خوب باشه و رنگ ظاهر مقبول است. انشالله مزه اون زیاد بد نشده باشه. از قرار معلوم که انشالله مزه خوب شده دیگه. استرس نداشته باشم چرا که متاسفانه دستپخت ما واقعا انشالله که امروز کار خراب انجام ندادیم و دیسپوکتیم خوشمزه شده باشه. رنگ و لعاب و ظاهر کبابا خو مقبول است. البته تزئینایی هم که اینا کردن به این کبابا مقبول تر ساخته و دیسپوکت من هم زیباتر نشان میده. دیسپوکت من و خلیفه‌ای که اینا امروی من جور کردن، البته زحمت اونا بیشتر بود و امیدوار هستم که طعم اینا عالی باشه مانند ظاهر اینا. در خوره این کبابا هست و ما میخوایم که از این کباب مخصوص هم نوشجان بکنم و مزه ایرم طعم ایرم به شما بگویم که چه قسم طعم داره و چه قسم مزه داره. ظاهر کبابای ما دوست هم قسم که میبینین زیاد مقبول است و انشالله که طعم هم مانند ظاهری مقبول و خوردنی است. هم محکم استش کندن میشه. زیاد مرچ زیاد داره، زیاد تلخ شده، اما در این حال که تلخ است یک تهمزه یا یک مزه خاص دیگه هم به زبان آدم میده. مزه ترشی است، یک قسم تند و ترش یک جای شده، یک مزه بسیار خارق‌العاده ایجاد کرده که هرچی این مزه رو بیشتر امتحان بکنیم بیشتر و بیشتر لذت بخش هست. دوستان به شما پیشنهاد میکنم که از این کبابا امتحان بکنیم، واقعا مزه اینا عالی و ایده‌آل است.